سلام علیکم، سلام علیکم، حالا خوبه؟ سلام علیکم، 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 حقیقتش آقا نوری خواستم بشیتم بگم اگه بنده را به غلامی قبول کنین از شیرین خانم خواستگاری بکنم. ببینم مگه تو پدرم پسر مشیممی نیستی؟ بله خودم هستم، کوچیک شما هم. خب تو که خواستگار دکتر وسیتی ادریس بودی. بودم آقا بودم، الکی نیستم، اونا دارن وقتکشی میکنن. خب منم اگه بخوام دیر بجنبم ممکنه وام 100 میلیونی حاجی اوشه دستم بره. یس، پس به خاطر وامه اونا رو رها کردی، موف کردی اومدی اینجا؟ بله. ای باریکالله، ای باریکالله. بنده کفش چرا بازه؟ باز نیست آقا نوری، میخواین دولا بشن بزنین پس گردنه؟ ای نه قله، خوب فهمیدی. خیلی ممنونم که وقت تنه بشم دادیم بزرگوار، با اجازه دان. قربانه شیرین، شیرین یه فرصت دیگه به من بده، شک نکنی اگه حرفامو بشنوی دوباره عاشقم میشی. من که همینطوری هم عاشقتم. بگم سلام آقا نوری، شما چه زود برگشتین، مگه گلخونه کار نداشتین؟ شیرین خانم یکس من نمیبینی الان؟ بله بله صداتون شنیدم. یه بکرو مستقیم برو نخوری به جدول مگو. مخصوص تخلیه بخار قیمت پایه 320 تومن، بینم چه مکنید؟ 335. 335 شاهر خانم، 335. 1 335 2 338 تومن. 338. خانمای عزیز لطفاً زیر 5 تومن اصلا افزایش قیمت ندید. نسری خانم 338. 350 تومن. چنی؟ 350 تومن. 350 تومن فروخته شد. تشریف بیار عزیزم. خب قربانت برم، اینه نوعش را بشت میدم الان. شما دامادین؟ باشه عزیزم، بشین این فرمای بشت هم میدم، مشخصاتتان رو مینویسیم کامل، خوشخط. مزرعه آفتاب دیدن ونگوک شیرین گیان، این اصله؟ کار خود استاده؟ نه عزیزم، کپیه، خودم رنگ روغن کارش کرد. تو رو خدا با اصلش مو نمیزنه. بیا برشتم مال خودت. من عاشق مشتریایی هم که هنرشناس باشم. وای تقابل نداره. ممنون. با اجازه یکی دو تا از اینا برمیدارم. خواهش میکنم بردار. این گلدان از خانه تون برداشی آوردی؟ شما با عظمت خودت هم ببخشید. اینا میبرم برای وحید، اینا دوست داره توی این آب بخوره. میشه جانم. کم کم دارین تنه به تنه پیکاسو و ونگوک میزنین. واقعا مایه مباهات یه همچین شخصیتی داره تابلو منو میکشه. خیلی مونده تموم شه؟ نه خیر، آخراشه. فقط تکان نخورین که تمرکز من نریزه. چشم. ببینم شما میدانستی که ونگوک هیچ وقت ازدواج نکرد؟ جدی؟ اونو ولش کن، پیکاسو چطور؟ پیکاسو چرا؟ ازدواج کرد، دوبارم ازدواج کرد، ولی زن اولش خودکشی کرد، زن دومش هم روانی شد. ای بابا اینا چرا اینجوری میکنن؟ به نظرم شما سعی کن خودت باشی. کلن هر انسانی باید خودش گوهر درونش رو صیقل بده. 50 تومن. خیلی خوب، حالا شما فعلا تکان نخور، من دارم به جای حساسش میرسم. چش خیالتون راحت. بابا جان دست در نکنه، لطفاً ببریم بذارینش دم در. شیرین خانم نیت کردم انشالله جواب مثبت بدین، این تابلو رو بذارم خیریه برای فروش. جناب علی به خاطر وام 100 میلیونی آقای افشه نه رو دنبال ازدواج کردن، هبه کردن تابلو من به خیریه پیش کشید. دست شما درد نکنه شیرین خانم، هر وصله‌ای به فریبرز میچسبه الا پول پرستی.
من از همون روز اول به شما گفتم حتی این شلواری که پامه مال خودم نیست. من همیشه با شما اینجوری بودم. این مال منه؟ کار خودتونه؟ یعنی واقعا انتظار داریم از زن کسی بشم که دستش یه ثانیه باز میکنه میان پول میذارن کف دستش؟ پول ریختن؟ خیلی بیجا کردن؟ های دایی بیا این پولتو بردار، گدا جد و آبادته. این چیزا به حرف نیست آقا فریبرز، باید در عمل ثابت بکنی. یعنی چی؟ آخه من چرا باید ثابت کنم گدا نیستم؟ خانم همین کتی که تن منه به مدت 4 سال ماهی 65,000 تومان قسطشه. آهان، فکر کنم که مال اینه. ای بازش نکنی ها، شکل شمایل باعث شده مردم اشتباه کنم. اگه بلای سر چشت بیاد من مقصر نیستم، گفته باشم. نه خوبه، من کاملا میبینم، اینو محض احتیاط بسته بودم. حالا میبینی؟ بله بله بله. کجای میبینی؟ مگه میشه شما را ندید؟ عیب نداره، هر روز کاملتر از دیروز. خب تابلوی من حاضره؟ کجاست؟ آره حاضره، تمام. اینه؟ دستتون طلا. چقدر این سایه روشنای دور چشم خوب در اومده. او تابلو سفارش سلمانه. شما هی الان برو ده بالا درمانگاه خودتو معرفی بکن. شیرین خانم، درد عشق و هیچ درمونگاهی درمون نمیشه. اصلا من به درک، این آقا نوری گناه داره. خودش نیست، خداش اینجاست. این مرد چشاش داد میزنه که زن میخواد. تمام رفتار و سکناتش حاکی از اینه که نیاز به ازدواج داره. مگه کسی جلوش گرفته؟ ما که گفتیم هر موقع زن میخواد برای زن میگیریم. آخه تا شما با یه مرد شایسته ازدواج نکنید آقا نوری خیالش راحت نمیشه. بعد یه چیزی رو دقت کردین شما؟ هر وقت که صحبت از خواستگاری باوان میشه آقا نوری به هم میریزه. من فکر کنم یه چیزایی بین اینا هستش. بابا کم مزخرف بگو بیشور، چرا برای رسیدن به اهداف از حد بی تربیته؟ بله رو نگن یاده بس کن. آمدم. گرفتاریش بیدیم. نگره نباش، این میشه عب توش خود. سلامه. سلام بر نورالدین خانزاده، مرد ازدواج های آسان، حامی جوانان منطقه. این چه کاری بود کردی ببکن؟ درسته دک داری وری میگفت ولی مهمنم از در بس کن. اتفاقا کار هوشمندانه ای کرد بابا گیان. توی ده هیچ کس از ما تعریف نمیکنه مگه اینکه بخوان گوش مانه ببرن. باشه حالا در بس کن، به هر حال اینجا که شده کاروانسره. بذار اینم بیاد یه دوری بزنه ببینه خبری نیست. بس کن دره. عمو جان بی ادب، یعنی تو دو قرانم برای ما احترام قائل نیستی؟ نه خود نیستی هم؟ ببخشید دیگه، این رولی کلمنده دیگه کلن از حبش کرده دیگه. خب از این طرفه شما که خود زن داری ها؟ آره میدانم، اما برای این آمدم که اگر تو مردش باشی به کمک هم تا امشب صدای سازدهول از این حیات تا عرش اعلی ببریم. سلام علیکم. سلام علیکم. یا عظیم و جبر، اما کاوشگان شما بالاخره میخوای فوت کنی یا تجدید فرش؟ نه 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 آقا نوری، اشتباه نشه. سلمان جلو داشت کد شما رتب میکرد، مجبور شد گلو بده دست اون کاوش. دوی سالشه ماشاءالله. سلام سلام. حالا درست شد؟ درست. خب اگر شیرین خانم سرکار اوکی بدین، ما هزینه ازدواج سلمان با شیرین تمام و کمال تقبل میکنم. گرفتاری شدیم به خدا. خدا بگم چیکار کنه این حاج آقا افشره به این گوهم بشه. ببین چه ننی گوزه تو صفحه من. او یکی کورمال کورمال آمده اونجا تو قرفه شیرین نشسته داره حرف میزنه. توی اون نیمکت ذخیره هم چند تا خزگر نشستن دارن پرم پرم میکنه. گرفتار شدیم. فری باز خیلی خیلی غلط کرده رفته تو قرفه شیرین خانم. گامان میکشید بد به اون میدید سر قرار. اولا که من هر کی دلم بخواد اجازه میدم بیاد تو غرفم. بعدشم مردن گاوه تو چه ربطی داره به ازدواج بقیه؟ آقایان خواستگاره، من تاییدی از دکتر دارم که دیوانم.
هرچه همه شما رو به خاک و خون بکشم به خاطر روان پاکم تبرئه میشم. یلا اینجا رو خالی کنی که چه بکنی؟ امگیان این شلوارم درست میشه دیگه، چون تنها شلوار سالمم همین بود، بقیه شلوارم تمام پرن. عجله نکن امه جان، الان درست میشه. فقط سلمانگن شما حواست باشه همیشه تو دعوا اون هدفهای دورو با لگت نزن، چون خب تو شرایطش نداری، ممکنه اذیت بشی. میفهمی که چی میگم؟ شلوار تازه فرمایید بستنی بعد زده خورد میچسبه. اونایی هم که پسته دوست ندارن از سمت چپ بردن. مرحبا مجاجدی، اینا وانیلی ها؟ نه اونا هم پسته ای هم، منتها رنده کردیم پسته های دیده نمیشه. دستم خوش بکنم. دست در نکنم موشکم. این بستنی با شیر جنت اندرست شده؟ نه سلمان خان، این با شیر گاو بصیر خانه. به من دروغ نگو روشن خانم، من شیر جنتن رو خوب میشناسم، لکتوز و فرکتوزش داره به من حرف میزنه. آی رول میبینی نوری جان؟ میبینی روح روانی بچه از هم پاشیده شده. اگر میبینی من نمردم به خاطر که عذاب و وجدان دارم بابام، من نمیتونم سلمانه ای چونید رهاش بکنم بره پیکاره. آقا یعنی شما اگر عذاب وجدان داری زدی گاو و ببر رو کشتی، خسارتش بده، بعد با خیال راحت پشو برو حتی برو اون دنیا، مشکل این زی عذاب وجدان بمیر. آقا جان مگه حاج آقا افشه تاکید نکرده بر روی ازدواج آسان جوانان دوستا؟ خود شما به همین بهانه وام نگرفتی برای گلخانه؟ اولا من هنوز هیچ وامی نگرفتم، بعدش هم حاج آقا افشه گفتش که ازدواج، نگفت ازدواج زوری که. راست میگی. الان شما خودت هم کاوز کن، حاضر این کاوز خانمه بدی به سلمان؟ چرا که نه، اما خود سلمان خاطرخواه شیرینه، شیرینه دوست داره، چه داری سرم بگیرم خوب؟ امو کاووس، اگه مخالفت هزیاد بشه و آقا نوری به من مخالفت کنه خوب. من انسان انعطاف پذیری هستم. تو خیلی بجا میکنی انسان انعطاف پذیری هستی. امو کاووس آنا، به اندازه تو قرارم حیات داشته باشی چیز خوبی ها. حرص نخورید امو کاووس، حالا اگه آقا نوری هم موافقت کنه که نمیشه عروسی رو همین امشب برگزار کرد. ای کاش میشد شما فوتتون رو یکم عقب بندازیم. بله؟ اگه این بشه که علیه، چون چله جنتن و شب هفته همون کاوس رو با هم برگزر میکنیم. علی واهی چه دویی مرد حسابی؟ ببخشید من واقعا منظوری نداشتم، فقط گفتم اینو بگم که هزینه ها صرف جویی بشه همین. گوجه ببخشید گوجه. دوستان یه لحظه به من توجه بکنین، هیچ کس به اندازه من شیرین نمیشناسه، خودش بهشم نگفته خب، ولی من میدانم دلش پیش فریبرزه. دلش پیش فریبرزه؟ آری. روژان خانم روی چه حسابی داری اینو میگی؟ شما که نمیدونی چی اون پسر به 1.20 قد از من سر داره؟ حالا چه 1.20 قد چه 1.20 عرض، مهم دله، دل که حساب کتاب حالیش نمیشه. اینو با چی میگی تو؟ اصلا دل نگیر. فریبرز یه بار ازدواجشو با شیرین به هم زده، مطمئن باشین اگر عشقی بوده تا الان تبدیل به نفرت. آفرین آفرین بر تو. ببین من یه چیزی خدمت جمع عرض بکنم، من خودم اصلا دل خوشی از این فریبرز ندارم، ولی با تمام این اتفاقاتی که افتاده وقتی میبینم شیرین داخل حیات میشینه با این گپ میزنه، احساس میکنم که یه ذره به احتمال صدی بنود، به احتمال صدی بنود یه ذره علاقه هنوز داره بهش. آفرین. حتما. ببخشی من سواد سیاسی نرم، ولی فکر میکنم دلیل علاقه شیرین خانم به فریبرز به خاطره که فریبرز یه مقدار از سلمان روشنفکتره. یعنی نمیخواد فقط زن بگیره که شام و نهار و لباسش آماده بکنه. من احساس اینه. ببخشید ببخشید، روشنفکتر از من؟
من کسی هم که اگه زنم تو هفته بیشتر از یک بار غذا برام درست کنه میگیرم از زیر موش و لگد چی میگیرم؟ بابا جان! بابا جان! بابا جان بردش! بردش! گرگه اینه یه بره انداختش رو کولش بردش! کیم برد؟ داماده؟ نه فری برزه! یا ایزد من نه! آقا بریم کردی که برش کرده! آقا بفرما! ایزد من نه! یعنی چی؟ چی برش کرده بود؟ چی شد؟ یا ایزد من نه! چی شد آقا مگه چرا کمک نکردین جلوش رو میگرفتین؟ کاری نکردین آقا اینجا بسید! آقا نوری! آقا نوری! خوش شلوار رو آقای روشن فکر نیستون برای گیر کرده؟ ابو جان ندیدی یک کدام سنگ بردش؟ من دقیق نفهمیدم همینجور برش داشت پری تو کوچه فکر کنم رفت سمت چپ بردش سر او کوه بین دوتا روستا نگاه کن شما برید سر او تپه مسیری شعوز نکنه من میگم بومگردی توفنگ من برمیدارم برید 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 عزیزم گریه نگیم دوشمش به الارم گفتم آخی او گرگ برید برده عزیزم قربانت برم گریه نکن تو نظر را گفت خامر دونست تو نظر را میری دادم چند بار شده خود بمیرس بسیار خوب آقا جان دقت کن چیزی از قلم نیفته ها همه خانه هایی که داخل ایزابی هستن باید بیان تو لیست حواسم هست آقا خیالت راحت باشه خونه عدیس و کیوان رو که بهتون گفتم خونه سلمان و کاووسم که الان بهت میگم آقا خونه آقنوری فقط یختش بیشتر پیدا نیست اما یختش خوبه خوبه نگه دارم آقا اینه چیز که تیک بزن تیک بزنم؟ تیک نمیدانی چیزه؟ تیک میدونم چیزه من دیپلم دارم خیلی خوب برو تیک ده بزن آقا یه سوال من میتونم شما بپرسم عزیز من سوال کنی ما با هم حرف زدیم چه بشت گفتم؟ گفتم عزیز من اگر تصمیم داری میلیاردر بشی فقط باید بگی چشم میلیارده؟ چشم آفرین نگاه کن تو فکر میکنی این همه آدم خنگ داخل دنیا چطور میلیاردر شده چشم بخاطر اینکه حرف گوش کردن فقط گفتن چشم آقای محترم اسباب بازی گذاشتین جای تلسکوپ با این تو بقالی سر کوچه پیداست مؤدب باش عزیز من این چه طرز حرف زدنه چه فرقی میکنه اصلا چه تو سیاره مشتری ببینی چه مشتری داخل بقالی ببینی اینجوریه همین جوریه بله اگه اینجوریه من پول این برنامه رصد ستارگانتون رو پرداخت نمی‌کنم میتونی شما اصلا نگران نباش هزینه‌اش میاد رو اتاقتون تا پول شما پرداخت نکنی بنده هیچ شناسنامه به شما تحویل نمیدم آها گروکشی داری میکنی نه میگه میشه میگه پول علف خرسه آقا ما شکایت آقا یه دزه سر آقا دوستان عزیز به ما گوش کنید آقا این دوست من اطلاع نداشت یه چیزی گفت شما الان اگر بخواد پولم پرداخت بکنید ما نمیتونیم از شما بگیریم میتونیم بگیریم مرده آه. فردا رأس ساعت 7 سایت بومگردی به مدت نیم ساعت فقط بازه شما اگر پرداخت کردید که هیچ اگر پرداخت نکردید هیچ تسهیلاتی دیگه به شدان داده نمیشه مثلا چه تسهیلاتی؟ حالا عرض میکنم اگر شما در اون بازه زمانی 7 تا 7 و نیم نیم ساعت پول پرداخت کردی میفهمی تسهیلات چیزه اگر پرداخت نکردی دیگه تسهیلاتی نمیبینی خب فقط این بازه تو خیلی کوتاه نمیشه یه ذره بیشترش کنی باور بکنید دیگه بیشتره ای نتونستیم خیلی سخت آره پول دادیم اینم گوشتیم فقط میگم که ببخشید میشه ما الان پرداخت کنیم چون اینترنت صبحای ذره ضعیفه چقدر قشنگ قانون پذیری دیدی چرا قشنگ با هم مؤدب حرف میزنیم چرا نشه عزیز برو خواهشان صف تشکیل بدیم بفرمایید توی صف بفرمایید شما دقیقاً به من بگو چه جوری این کارو کردی حرف خوش نمی‌کنی سلطانی عزیز من قانون صف آقا اجازه میدی بنده دستتون رو ببوسم سلطانی چه حرفی تو عزیز منی اجازه ما هم دست شماست بفرما بیا
آقا من برم کمک مهیار بکنم برمیگردم میبوسم. من دستم اینجا نگه میدارم. آقا صف 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 خوبه الان تکون خود بیشتر اومد خانه نوری داخلش. شگفت انگیزه، باور نکردنیه، چشم نواز و برگریزه، پدیده شگرف و بسیار نادر. نادر دیگه کیه؟ بری کنم. نه خلاف کن پسر دایی، نمو خواب زنی با. یعنی چی خلاف کن نزنمش که قنطه قنجش بکنه؟ میدونم بزن، نه کارش نداره، نگاه کن قشن داره بهش کیف میکنه، نزن. اونا فریبرز از خودشان میدانن. میدانم چرا، واقعا گرگ انسان نما، مردانی که از ساعت 12 شب بعد تبدیل به گرگ میشن و هرگز نباید به انها دختر داد. انسان فرصت طلب خود کامه. کیوان کجایی؟ پاشو نمیشم. دستشویی میری 20 دقیقه طولش میدی. حواست باشه، فکر فرار به سرت نزنه. من تیرم خطا نمیره. میدونم. اوکی. دایی جون خوب کاری کردی، ازدواج کردی. نه جونم راجا خوبی؟ من خونه مامان اینام دیگه. نه نمیخواد بیاید اینجا، نمیخواد بیاید. تو به بچه برس. نه با زشته چی باشه؟ زشت نیست، قربونت بشم زشت. ببین من فقط مامان گفته چون دایی اینجا خب من دیگه شب اینجا بمونم. من خودم سعی میکنم بپیچونم. نمیخواد تو بیای، نمیخواد بیای. چی ببین داییمو ببینی پیر سربازو نمیخواد. واه واه فقط دست پخت فریده جانه که یه همچی بود برگی را میندازه ها. بفرمایید بفرمایید. یالا یالا تو هنوز هم مثل سابق میری دستشویی طولانیه؟ بله به خاطر این که آدم تمیزیم. من هر وقت میرم سرویس هم مسواک میزنم، هم اصلاح میکنم، هم یه مقداری جدول حل میکنم. پس الان حال خوشتون برای اینکه جدول رو کامل حل کردی؟ آره منو دهنت افریته، تو خودت میدونی من چقدر ازت متنفرم. به خدا حاضرم این سیبیلامو بزنم اما تو نه تو خانم نبینم. بابا این زن من زحمت کشیده، چند سال سر پا بوده این غذا رو درست کرده، اقلا بذارین خودش بیاد بعد شروع بکنین. اینم یه حرف غیر منطقیه دیگه. مگه تاکسی خطیه؟ باید منتظر شیم یه نفر دیگه سوار شه بعد راه بیفتیم؟ دقیقاً. خسرو جان، نوش جانت. بحث من بحث احترامه. ولی همه گوشت یه خورشتا رو بگیر بخور. کسی حرفی نداره. باز تو رفتی رو مخ داداش من؟ داداش جان همه چی کافیه، همه چی خوبه. من موندم تو این همه سال چجوری تونستی با رومانتیک بازی ها این کنار بیای؟ الان برگشته به من میگه تو فریده نمیمده چرا خطرها رو شروع کردی؟ ادا در میاری؟ چی کار کنم داداشان؟ اینم بخت منه. مهیار جان مادر چرا نمیای سر سفره؟ من بعدم میخورم، الان میل ندارم. باشه مادر. چقدر بابا بهت گفت زن یه آدم رومانتیک نشو. از شانس ما همچین که من رفتم خدمت سربازی اونم پقی افتاد مرد. خدا رحمتش. خدا رحمتش. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. من واسه ببینم الان تو مشکل رومانتیک بودن منه؟ آره نگران نباش. همین امروز صبح خاطر رفت یه طرفه تقاضا طلاق داد. آه کوب کردی؟ آره نه ترس من به این راحتی ها بولش رو میکنم. ببین فریده بی خود نمیخواد خودتو درگیر این کاغذبازی های اداری کنی ها. من این ور اون ور آشنا زیاد دارم. یه آقایی بود پارسال جلو دادسرا گفتش که هر کاری داشتیم به من بگین. آقای شجایی، آقای شجاعی اتفاقا خرش هم میره، من شمارش رو حفظم 0912. بلو دهنت افریته،
تو اصلا چیزی به اسم همدردی با انسان ها تو وجودت هست؟ نه به خدا. چی گفتم؟ فریده برنج همین بود دیگه نیست؟ الهی فدات شم کمه؟ میگه چهار پیمانه درست کرده بودم داداش، چرا کم اومد؟ برای منم میریدی؟ بابا تو اول ازش بپرس ببین میتونه بخوره یا نه. همین الان سه تیکه گوشت و بزاره توی پشتگاه برداشت. میتونه؟ بله میتونم بخورم، مشکلی هم ندارم. میدونه درد؟ کیف که زنم سر سفره نشسته، وگرنه اون لبخند رو صورتت به یه غم بزرگ تبدیل میکردم. کدوم لبخند؟ من حالت صورتم این شکلیه، ذاتاً بشاشم. الهی که همیشه بخندی، فقط تو رو خدا یه کاری کن داداش من بدون دردسر تو رو تحویل بده. ببین دیگه کشش خدمت اضافی رو نداره. شما خیالتون راحت باشه، ولی من اگه جای آقا خسرو بودم این خدمت رو ادامه میدادم. دو سه سال دووم بیاره قشنگ میتونه گزینه اول وزارت دفاع بشه. هر 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 فریده تو نمک دار نیوردی سر سفره؟ چرا آورده بودم، همینجا بود که. الان میارم، الان میارم. دست من نیست. تو خجالت نمیکشی؟ نمکی که ما مخوریم میذاری زیر بغله داره؟ به خدا اصلا نمیدونم، همینجوری میچسبم این وسایل تو دست من. بگنه پکمون اون چقدر میارزه؟ 5000 تومان. اون که 5000 تومان هم نمیارزه، 2000 تومان میارزه. تیکه هم بارمان میکنی؟ آره بابا تیکه چی آقا کیوان، میخوای منو بزنی؟ پاشو بیا بزن، فقط جلوی فرید خانوم نزن، من جلوش یه ذره رو در بستم خجالت. پاشو بیا بزن، پاشو اش. نه شوخی کردم آقا کیوان. ما اینجا شوخی نداریم. آقا کیوان آقا دستم کیوان ناجور نزنش ها، راحت باش فرید خواست بیاد من بهت میگم. این از این قابلتون نداره. 6,750,000 تومان. بدبختی. اینو مزی نشانه چند حساب کردی؟ 120 تومان. سنگینه، عدد سنگینه، سنگین نه ها، سنگین. ای آب مدنیه یادت رو حساب کنی ها. رامین یعنی چه حرفیه میزنی؟ اون مهمان مرسی اونه، اصلا اونه بیخیالشو. شما 6,750,000 تومان مک بفرما اونجا بکش. شوخی میکنید یا خلیل ها؟ خلیل تو الان با هیچ مشتری شوخی داشت؟ هرگز. پچه رامین به خواست شورا آمده اینجا. آره نکنه یادتان رفته از ترس گرگه خواب و خوراک نداشتی. شوخی چه چیه خانم، من اصلا ایشون گرگی کشته، 4 شب مفت و مجانی اومده اینجا خوابیده. بلش کن بابا نقره، من میدانم که تو مغز محقر اینا میگذره، ولی در جریان باشید گرگ جماعت این لئوناردو دیکاپریو موجود دمدمی مزاق رو تنب و طلبیه. 2 روز دیگه که بگذره افریبرز خسته بشه میاد سراغ یکی از شما، سن و سالم حالیش نمیشه. بچه رامین عزیز، عزیزم این دستور شوراست. گفتن اگر شما این صورت حساب تا آخرش تسویه فرمودید قدم دان روی چشم ما اینجا میمانی، وگرنه تا همین لحظه شما مهمان ما بودی و از این لحظه به بعد بای بای خدا نگهدار. چند دفعه بشت گفتم موقعی مسابقه لباس دفاعین نکتنت بشکنه این دست که نمک. الهی آمین، الان ایلا رانده اولا مانده شدیم. بفرما آقا رامین، بفرما 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 بفرمایید بفرمایید. واقعا دست دادن نوک جان این کارت رو ببینم. بفرمایید بفرمایید.
تاریخ انقضاش گذشته. هر وقت تمدید شد براتون میکشم. آره بکش آبرامی، از زمان که کرونا اومده خودش خود به خود تمدید میشه. بکش. خب الان کابل برگردان ها، کابل برگردان که بشه اینترنت قطع میشه. بس شد براتون میکشم. آره رامین عزیزم، پوز با سیم کارت کار میکنه، ربطی به کابل نداره. بکش. خب میگم یه کاری کنید، یه شبایی که به من بدی تا صبح تو حسابتان از ساتنا بکنم برادر. آفرین آری. ببین شما رامین فودی، اگر رامین هودم بودی آخر کارتون اگه یادت باشه اسیر یه آدمی شد که با شکم میزن. آره بده داروخه درسته؟ حالا چرا من این عرض کردم خدمتت؟ برای اینکه خدمتت بگم که این رفیق عزیز من آقای سلطانی یه سوت بلبلی بلده که من ترجیح میدم الان نزنه. نزنم. من ترجیح میدم بزنه اتفاقا. نه نه نه، من به خاطر اینکه خانواده اینجا هست در حضور ایشان، من ترجیح میدم نزنه. بزنه. من میگم نزنه. آقا به خاطر خودتان میگم اجازه بده نزنه. آقا من اجازه چه صادر میکنم بزن میرم سود بل بلیم. رامین جان بکش بذار نزنه. آقا بزن میرم چه اتفاقی میخواد بیاد. آقا بزن بذار نکشه. بزن بزن بذار نکشه. بزن بذار نکشه. اگه ناز نفست هست بلبل کی بودی تو؟ چنی ترسیدم لذیب؟ اه 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 چه با کنی؟ بلبلی وای ببریدش لطفا. وای کمی درگیرم آقا. بله کمی درگیرم آقا. میکشم کارت میکشم. کارت میکشه ایش مرد تقل رمزه چنده؟ 1380. خدا نگذره از احتاج این سه بار. آمین. 1380. امیدوارم این مجلو زن تحقیر بشه. یا آمین، خدا حرف دلده بشنوه. ولی من که زن ندارم. با او چه کار دارم مثلا؟ بسدیه؟ تو چی؟ نه منم ندارم زن. این رفت نده نقره. بیا بریم افتادیم گیره یه مش زاغلمه زرگولی یالقوز بیزن. بریم هایی نگاه شدم نکو. چی؟ کریستیانو رونالدو اینجوری میکنه. خیلی باحاله. رفته؟ بسیار عالی. درست حساب کردی؟ نه 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 ورق نزن، ورق نزن. ببخشید آخرش بوده، داشتم میخوندم. ببخشید تو سه خطش مونده. ورق بزن. یعنی واقعا تاریخ کوبیسم اثر داگلاس کوپر برات جذابه؟ اثر داگلاس کوپر؟ به خدا هیچی ازش نفهمیدم. من اصلا نمیدونم تو اینجا چه میخوای. شیرین خانم من به خاطر شما اینجام. بر حال فریبرز اینطوری جلو چشمتون رو بودن و بردن، من خودم گاو از دست دادم. میفهمم حال دل بیقرار خیلی خوب میفهمم. نظرت چه تمزل همراهیتون کنم؟ ها لازم نیست همراهیم بکنی، جلسه شورا که تمام بشه بابام هست همراهیم میکنه. چه خوب باش. تلخاره شیرین خانم، من همیشه تو رویه هم خودم و مردی که عاشق قهوه و هنر اپرا میدونستم، ولی متاسفانه در واقعیت عاشق املت و ترانه های بنتونبونی هم. ببین سلمان. بله. من نمیدانم رامین و عمو کاووس چه قولی بهشت دادن، ولی رو حرفشان حساب نکن. شیرین خانم من نمیدونم که در مورد من چیا بهت گفتن. اصلا توجه نکن که گفتن سلمان دیوانه سو الو بله. من در سلامت کامل عقلم و تصمیم گرفتم که انشالله بعد از ازدواج بریم اون ور و با هم یه زندگی نرم و عاشقانه رو شروع کنیم. نظر چیه؟ با این وضعیتی که داریم من بعید میدونم جایی بشه ویزا بدن. ویزا نمیخواد. اجازه بده من با رابطم صحبت کردم.
با هم میریم توی این گونی؟ البته با هم نه، مجزا هر کدوم توی یه گونی. بعد یکم کدو بادمجانم میریزن رومون، از مرز که رد شدیم میایم بیرون و با هم زندگی عاشقانه نرمو شروع میکنیم. خوبه نه؟ دیوانه هم نیستی نه؟ به هیچ عنوان. جلسه شورا تمام شد، به بابا میگو شیرون رفته خانه. بهتون نیام؟ چون نراحت شد. این زهرمره ولی دروازش گرنه دیگه، حیفه نباید دوریز بشه. نمیدونم چرا در شب سالگرد ازدواجم باید در یه همچین محیطی باشم. عیبی نداره بابا، به جاش کلی خاطره میشه، بعدها ازش به نیکی یاد میکنی. خاطره؟ اتفاقا روز مزخرفی بود، به خاطر شما از جلسه شورا مفتادم. خب بابا جان، اون جلسه جلسه شورای اغلا بود، شما توش عضو نیستی. تو هنوز نتونستی عضو شورای اغلا بشی؟ پس چه پیشرفتی کردی تو این 15 سال که ندیدمت؟ آقا من خودم نخواستم جزو شورای اغلا باشم، دوست داشتم بیشتر کنار فریده جان باشم. که متاسفانه ایشون درخواست طلاقش رو رد کرد. کوف درد؟ من نگفتم که از تو بده میاد حرف نزن؟ آه؟ من تو چرا داد میزنی؟ من اینه میزنم. بابا جان دستش به مچه من دستبند خورده دیگه، این ضربه منتقل میشه. به درک منتقل میشه. تو اگه عقل داشتی جلو اینا نمیگفتی که بابا جز شورای عقلا نیست. من گفتم. آره؟ من گفتم. خسرو خان، من معمولاً باید ساعت 3:30 برم دستشویی، صدات میکنم که این دستبند رو باز کنی. این دستبند تا زمان تحویل به دادسرا باز نمیشه. بابا بگیریم به خوابید یکم حرف بزنه. چه تصوراتی برای امشب داشتم من. به خدا بدشانس‌ترین آدم کهکشان راه شیره ای منم. راه شیره ای؟ به چه میخوایی؟ نخست بورو دارم بیاد. مگه اشتباه گفتم؟ نه، ما برادران خندیده. به خدا اگه هر ستادان به اندازه نصف من اطلاعات کیانی داشته باشید. کیمان؟ تو ببینم کیمان، تو میدونستی یک شبانه روز در مریخ به جای 24 ساعت 24 ساعت و 40 دقیقه است؟ خدایی؟ ماما؟ کچ کره زمین 24 ساعت و 40 دقیقه بود هر روزش. جانه ها؟ که چه بشه؟ که 40 دقیقه بیشتر علاف به چرخیاره؟ پسر اینجا سالی یه شب ساعت 1 و 1 ساعت میکشن عقب، مردم کلی زخ میکنن که فرداش 1 ساعت بیشتر بخوابن. بعد فکرشو بکن، تو مریخ مردم چه ذوقی دارن که هر روز فرداش 40 دقیقه بیشتر میخوابن. فکر کن هر شب شب یلده اونجا. پس برای همینه که سیاره مریخ از بقیه سیاره پر نورتره. نمیدونم، همجوری تا بوق سگم بیدارن دیگه برای خودشون، از اونم لنگ زور بیدار میشن از خواب. تازه دایی جون، فقط این نیست که یک سال در مریخ به جای 365 روز 687 روزه. چی؟ یعنی همین بابات اگه مریخ زندگی میکرد به جای اینکه 60 سالش باشه الان نهایتاً 31-32 سالش بود. یعنی بابا اونجا برادرم بود؟ روش میگی؟ وقت اونجا فریدم پیدا میشه؟
و سن ازدواج اونجا چقدره؟ آره بابا، من تازه شنیدم چون اونجا جاذبه زمین خیلی ضعیفه، وزن آدمو نصف میشه. مثلا شما میتونید توی مریخ یه آدم مثلا 31 دو ساله مثلا 60 کیلویی باشی، سر 50. خیلی خوبه. خدا اگه ثبت نام کنن اولین کسی که اسم بنویسه خود ما. بابا ثبت نام کن بابا. اتفاقا دارن ثبت نام میکنن، فقط هزینهش فکر کنم حدود 10 میلیون دلاری بشه. داری بدی؟ جور میکنم. به تومن چقدر میشه؟ میشه 300-350 میلیارد تومن. شب بخیر. بابا جو اصلا نگران نباشی، یا جور میشه. طلای مامان هست، بعدن شنیدم یارو نردارم بیشتر میکنه. بابا شبتون بخیر.